به این هیچوقت فکر کردین که جنگ ها چطوری تمام میشن؟ که از کجای جنگ میشه که طرف که دارن با هم میجنگن شروع میکنن به صلح و فردای بعد از صلح فکر کردن من با این کنجکاوی شروع کردم یه خورده تحقیق کردن و نتیجه شده این ویدیو که در واقع برای اینکه جواب این سوال رو پیدا بکنه میره یک نمونه تاریخی خیلی برجسته ای رو از دیویس سال پیش میاره کنگری وین رو به اون نگاه میکنیم به زمینش به اتفاقاتی که اونجا افتاد به اثراتی که در دنیای بعدش گذاشت و فکر میکنم یه مقدار به فهمیدن این سوال یا به پیدا کردن جوابش نزدیکتر میشیم که جنگ ها چطوری تمام میشن؟ تمام کردن جنگ واقعا هنرمندی میخواد خیلی چیزا میخواد ولی کیفیت کارش فکر میکنم کمتر از کار هنرمند نیست از نظر خلاقیتی که لازم داره معادله پیچیدهی باید حل بشه معادله پرزرافتی باید حل بشه که از معادلات شروع کردن جنگ سختره به خاطر اینکه برای شروع کردن جنگ طرفایی که دارن جنگ میکنن مدت ها فکر کردن و برنامه ریزی کردن و استراتژی های مختلف در آوردن احتمالا ولی شرایطش رو میدونستن یا یعنی میدونستن این شرایط در این شرایط میخوایم جنگ رو شروع کنیم یا جنگ شروع خواهد شد اما پایان جنگ که شرایطش از قبل معلوم نیست که معلوم نیست شما موقعیت خودت و حریفت در اون لحظه صلح چی میخواد باشه بر همین ذهن آدمایی که دارن تصمیم میگیرن باید ذهنیت مبارزه داشته باشن در جنگ از یه جایی باید بتونن یا به جای اون یا در اون به دیپلماسی فکر کنن از تخاصم به دیپلوماسی فکر کنن ببینن هر دو نفعشون در صلح و چه تعادلی چه, چه نقطه موازنه ای میتونن پیدا کنن که بعد از اون صلحشون پایدارتر بشه معمولا هم آدمایی که درگیر این کار هستن دیپلمات ها مذاکره کنندگان صلح اینا آدمای خوشنامی خیلی وقتا هستشون در نمیاد به خاطر اینکه ما قضاوتمون معمولا برای آدما قضاوت از اخلاقی نهایتا دیگه و اینا تصمیمای ها... تصمیم نیست که یک یه طرفش خیلی منزه باشه از نظر اخلاقی خیلی بتونی بگی که پاک و کارنامه اینطوری نیست واقعیتش اینه که اینطوری نیست اینکه باید باشه یا نباید باشه میتونه باشه یا نمیتونه باشه نمیدونم ولی واقعیتش اینه که عموما اینطوری نیست بر همین من فکر میکنم ما نگاه بهش نمیکنیم به این شکل که این معادله پیچیده با این داده ها و ورودی ها رو چطوری تونستن حل کنن و چون اینطوری بهش نگاه نمی کنیم فرصتهای زیادی رو برای یاد گرفتن از دست میدیم و هرچی ما بهتر یاد بگیریم بهتر بلد باشیم در آینده کسانی که میخوان صلح درست بکنن کار راحت خواهند داشت من فکر میکنم من فکر میکنم هرچی ما به گذشته آگاه تر باشیم بهتر بفهمیم که چطوری میشه توازن قدرت کرد آینده بهتری خواهیم داشت برای هم همون فکر میکنم این بهتره و برای همین فکر میکنم که دونستن یه چیز لازمیه یعنی با اونطوری اخلاقی نگاه کردن این فرصت یاد گرفتن رو از خودمون دریغ میکنیم و من دوست دارم یه وقتایی بتونم پیچ و مهره این کار رو ازش سر در بیارم این کنجکاوی شخصی این ویدیو هم واقعا جوابی برای این کنجکاوی شخصیه. مثل همیشه من متخصص نه علوم سیاسی هستم نه متخصص تاریخ هستم علاقمند پیگیر تاریخم و چیزایی رو که خوندم دارم اینجا برای شما تعریف میکنم اگر شما متخصص هستید اشکالی در حرفهای من میبینید که به احتمال خیلی زیاد هست توش لطف کنید و بگید که ما هم یاد بگیریم حالا مذاکرات صلح مذاکرات صلح معمولا یه چیزی هم هست که خیلی طول میکشه یعنی فرایند خیلی طولانیه اون چیزی که ما تهش میبینیم مثلا میگه مذاکرات صلح اون دیگه آخرش اون دیگه ایستگاه آخر خونه آخرشه شروع فرایند صلح معمولا خیلی خیلی قبل از اینکه جنگ تمام بشه بوده از خیلی قبل شروع شده بعد استراتژی مذاکره و استراتژی صلح ممکنه در طول فرایند اصلا شکل گرفته باشه و در نهایت هم میرسه به جایی که آماده مذاکره هستن آماده مذاکره هستن که چی بشه که دوتا کار بکنن یه وقتی دارن مذاکره میکنن که بگن که حالا که جنگ ما تمام شد چی به کی میرسه میخوان این مناطق این سرزمین هایی که سرش جنگه رو تکلیفش رو مشخص بکنن ببینن که خب بعد از جنگ حالا جنگ ما تمام شد چی مال کیه این یک مسئله مهم در این مذاکراته یه مسئله مهمتر دیگه شاید مهمتر از این رابطه بین خودشون فردای صلح من اینجا کنجکاوین بیشتر معطوف به این دومیه چون اولیه مذاکراتی که میگم بعد از هر جنگی هست مثال های خوبی هم هست که چرا میگیم این از خیلی قبل از جنگ شروع میشه کنفرانس تهران یه بار دورش گفتیم سران متفقین روزولت چرچیل استالین وقتی که جمع شدن در تهران مذاکره بکنن درباره ادامه جنگ در واقع هم داشتن درباره ادامه جنگ صحبت میکردن هم داشتن درباره بعد از جنگ صحبت میکردن وقتی که اینا تهران 25 درصد زمان کل جنگ جهانی دوم هنوز مونده بود یعنی جنگ خیلی مونده بود که تمام بشه هم دارن تصمیم میگیرن چطوری حمله کنیم به هیتلر که پیروز جنگ بشیم هم دارن شروع میکنن صحبت کردن که خب حالا پیروز شدیم فردا جنگ کی چی میخواد با چی میشه کنار آمد شوروی بریتانیا آمریکا هر ستا عملا هر ستا از خارج از قاره اروپا به یک معنی آمدن میگن که ما آمدیم حالا اروپا رو از هیتلر نجات دادیم چی کارش بکنیم نقشش رو چطوری چطوری بکشیم چطوری بچینیم جنگ رو هنوز نورده دارن درباره فردای بعد از صلح صحبت میکنن یا عقبتر بریم یه نمونه دیگه که باز برای ما آشناست سایکس پیکو اومدن نشستن دو تا دیپلمات انگلیسی و فرانسوی خیلی قبل از اینکه جنگ جهانی اول تمام بشه قبل از اینکه عثمانی فرو بپاشه نشستن تقسیم کردن که در این منطقه خاورمیانه رو کی کجا شو داره نقشه خاورمیانه جدید و اینا کشیدن خاورمیانه رو مناطقی که دست عثمانی بود و اینا با در میدان جنگ خیلی جاهاشو فتح نکرد ارتشاشون رو کاغذ دو نفر دیپلمات نشستن محرمانه گفتن اینجا منطقه تحت نفوذ انگلیس اینجا تحت نفوذ فرانسه قصه رو قبلا تعریف کردیم نقشه خاورمیانه رو اینا کشیدن و خیلی ها میگن که اصلا ریشه ناآرامی های خاورمیانه مقدار زیادی روی این نقشه که درست کشیده نشده بد کشیده شده گفتن همینطوری اینجا عراق باشه اینجا اردن باشه اینجا سوریه باشه میگن این مقداری از مشکلات از همینجا میاد ولی وقتی اینا ملاقات کردن دو سال مونده بود جنگ تمام بشه دو سال مونده که جنگ تمام بشه اینا دارن نقشه دنیای بعد از جنگ رو میکشن و عجیب هم نیست بالاخره دارن میجنگن به... به یه هدفی برسن باید آماده باشن که اگر به اون هدف رسیدن بعدش چی چیکار چی میخوان بکنن چیزی که اینجا میخوایم ازش صحبت بکنیم درباره همین قسمت دومه بعد از جنگ برنده ها چطوری به یک تعادلی میرسن به یه سیستمی میرسن که حداقل مدتی هرچی طولانی تر بهتر این سیستم کار کنه همه انقدری ازش راضی باشن که نیرزه براشون دوباره جنگ رو شروع بکنن درباره این میخوایم صحبت بکنیم با نگاه به یک مثال تاریخی خیلی مهم از, از تاریخ اروپا میخوایم بریم به اوائل قرن 19 هم در پایان جنگ های جایی که قدرت های بزرگ اروپایی نشستن قدرت های کوچیک و بزرگ اروپایی نشستن ولی بزرگاشون عملا نقشه دنیای جدید رو طوری تلاش کردن بکشن تعادل رو طوری توش برقرار بکنن که دیگه اروپا چنان جنگ ویرانگری نبینه حالا ما با خرد پسنگر تاریخی نگاه میکنیم میبینیم که اینا خب خوردن تو دیوار دیگه چون اروپا همچنان جنگ های بزرگ بعد از اون دید جنگ هایی که شبیه رو در تاریخش ندیده بود دید و تمام نشد مسئله اما میشه یه خود دقیق ترم شد و نگاه کرد که خب اینکه نتونست برای همیشه جلوی جنگ رو بگیره یعنی کلا شکست خورد اینکه بعدش جنگ شد جنگ ها رو برای همیشه از بین نبرد یعنی بی آورد بود یا یعنی اینکه نه موفقیت داشت میشه اینطوری نگاه کرد که جامعه بشری چه راه درازی رو آمد که رسید به این نقطه که تونستن بشینن یک همچین فکری داشته باشن یه همچین برنامه بریزن برای آینده یه مقدار موفق بود یه مقدار ناموفق بود حالا از این چی میشه یاد گرفت که هم دنیای امروز رو بهتر بتونیم بفهمیم هم تلاش برای آینده رو بتونیم اگر روش نقش داریم نقشمون رو بهتر ایفا بکنیم و اگر هم ناظرش هستیم ناظر آگاه تری بهش باشیم بریم سراغ کنگره وین حالا اگر این براتون جالب بود آخرش بگید یه بار درباره معاهده ورسای و کنفرانس صلح پاریس هم صحبت کنیم اون 100 سال بعد از این پایان جنگ جهانی اول از حالا تا کنفرانس وین 200 ساله این نقطه وسطش میشه کنفرانس پاریس اونم باز نقطه های خیلی جالبی داره هم در مقایسه با وین هم در مقایسه با امروز ما ولی تمرکز اینجا فعلا روی کنفرانس وین بریم وین صلح میگن وضعیتیه که توش نمی جنگیم یعنی در جنگ نبودن یعنی صلح و این ممکنه باعث بشه ما خیال کنیم صلح وضعیت عادیه جنگی که استثنائه اگرم امروز اینطور باشه داستان تاریخ بشری نیست حالا من میگم تاریخ بشر در تاریخ اروپا داریم صحبت میکنیم محدودیم به تاریخ اروپا تاریخ اروپا مخصوصا از قرون وسطا به این طرف چندین قرن تاریخ جنگ های پی در پیه هرچی پول داشتن پادشاه های اروپایی هزینه جنگ و لشکرکشی و اینها میکردن یعنی بودجه نظامی میرفت و بعضی وقتا بیش از 90 درصد بودجه کشور رو میبلید اگه بخوایم به زبان امروز صحبت بکنیم از یه جایی این شد از قرن 19 صلح حداقل برای مدتی تبدیل شد به وضعیت پایدار جدید مخصوصا داریم درباره رابطه قدرت های بزرگ حرف میزنیم وقتی میگیم صلح یعنی بین قدرت های بزرگ جنگ های عظیم نبود که همه توش اینطوری درگیر بشن از زمان کنگره وین تا جنگ جهانی اول برای 100 سال یا دقیقا 99 سال و این دستاورد کنگره وینه دستاورد اون سیاست که با معیارهای امروز ما هیچ آدمای خوبی نیستن سیاست خوبی حساب نمیشن از نظر فکری و ایدئولوژیک اینا طرفدار حفظ یا برگردوندن پادشاهی های سنتی اروپا هستند یا حفظ قدرت اونها هستند تا مثلا دنبال باز کردن جامعه باشن اصلا علیهش هستن علیه ارزش های انقلاب فرانسه هستن اما همینا تونستن یک سیستمی درست بکنن که حداقل تا 100 سال بعدش به جون هم نیفتن و مردم اروپا هم حالا که اینا همه پولا رو نمیریزن تو ارتش فرصت بکنن زندگیشون یه مقدار بهتر بشه چون حالا دولت واقعا میتونست بیاد هزینه بکنه برای اینکه بعض مردم رو بهتر بکنه و بعضی از دولت ها شروع کردن این کار رو کردن پس این صلح صلح مهمیه این کنگره وین و نتیجه ای که از توش در میاد مهمه و مثل همیشه این صلح هم بذرش در دوران آرامش کاشته نشد در اوج جنگ کاشته شد یه جایی در اوج جنگ آدمهایی در رأس کشورهایی که درگیر مناقشه بودن شروع کردن فکر کردن تخیل کردن دنیای بعد از جنگ و از همون جاها مدت ها قبل از اینکه که سر و صدای تیر تفنگا بخوابه این رقص ظریف و پیچیده و پر از ریزکاری شروع میشه که بهش میگیم دیپلماسی با هدف رسیدن به صلح پایدار و صلح حداقل اونطوری که رئالیست های دنیای سیاست میگن ادامه جنگه همونطور که اون ژنرال نامی ارتش پروس میگفت جنگ ادامه سیاست با ابزار دیگری صلح هم ادامه جنگ با ابزار دیگری پیچیدگیش هم اینه که باید اینا عملگرا باشن ضمن اینکه اصولشون رو باید حفظ کنن باید یک سیستمی برای موازنه قدرت در بیارن که به اندازه کافی به طرف مقابلشون بده که انگیزه برای جنگیدن نداشته باشه به خودشون هم به اندازه کافی بده که بتونن ازش راضی باشن این موازنه قدرت بالانس of power این یک سلاحیه که توی این زمینه زیاد میشنویم اینکه یک طوری مذاکره کنن که دستاوردهای میدان حفظ بشه اینکه این هنر ظریف مصالحه رو چطوری بهش مسلط بشن و چطوری بتونن خروجی واقعا برد برد از توش در بیارن و این پیمان های تاریخی هر کدومشون پیمان های مهم تاریخی هر کدومشون یک دوره ای از تاریخ رو بر ما تعریف میکنن به اروپای بعد از کنفرانس وین میگن اصر مترنیخ مترنیخ دیپلمات صدر اعظم یا دیپلمات ارشد امپراتوری هابسبورگ بود میزبان کنفرانس وین اتریش بود هابسبورگ حاکم وین بود مترنیخ دیپلمات ارشدی بود که از طرف اونها آمده بود و طراح اصلی این صلح تا حدود زیادی ایشون بود سیستمی که درست شد سیستم مترنیخی بود و پایدار هم مون تا دهه ها بهش میگن اصر مترنیخ بریم نگاه کنیم میخوره دقیق تر به این اروپای خسته از جنگ اروپای بعد از ناپلون یعنی اروپای اوایل قرن 19 خسته از جنگ بیرمق چند دهه جنگ بی امان واقعا نفسش رو گرفته یه خود عقبترش انقلاب فرانسه اتفاق افتاده نظم قدیم در فرانسه به هم خورده بعد انقلابیون فرانسه را افتادن به صادر کردن انقلاب به زیر و رو کردن نقشه های قدیمی کشیده، کشیدن نقشه های جدید و برقرار کردن نظم تازه در اروپا دوران ناپلون فقط این نبود که یک سری فتوحات داشته باشه یک سری سرزمین هایی رو بگیره واقعا اروپا عوض شده بود زندگی برای هیچ کس مثل قبل نبود نه برای مردم عادی مثل قبل بود نه برای اشراف مزارع مردم همه شده بود میدان نبرد کاخ اشراف همه ستادهای استراتژیکی جنگ بود و بعد که جنگ حالا تمام شد واقعا کسی نمیدونه مرزا کجاست یه نقشه قبل از جنگ هست که میخوان بهش برگردن ولی اون نقشه خیلی ربطی به واقعیت روی زمین نداره اون نقشه رو نگاه کنی توش پلند داره لهستان داره ولی در واقع لهستانی نمونده که لهستان الان همش در اشغال روسیه است یه مقدارش هم در دست پروسه ل... روسیه و پروس اصلا نمیخوان لهستانی اونجا باشه یه چیزی که اینا میرن باهاش توی مذاکرات وین شرکت میکنن اینه که اونجا لهستانی نباید باشه اصلا تزار روسیه میگه من همین جایی که هستم نمیرم بیرون اینجا رو بیخود نگرفتم که من اینجا رو هستم میخوامش لازم دارم بمونه از این طرف اتریشی هست که حالا میزبان کنفرانس هم هست که لهستان رو میخواد اونجا به وجود بیاد لهستان مستقلی باشه که حائلی باشه در برابر روسیه یعنی اینطوری نیست که اختلاف اینا با هم کم باشه اینا اختلافاشون با هم زیاده کلی از خاکی که تو اون نقشه های 1792 بوده نقشه های قبل از جنگ بوده مال فرانسه است مون الان در اشغال پروسه یعنی درسته که جنگ تمام شده نقشه رو میخوان برگردونن به, به عقب ولی اون نقشه کار نمیکنه اون نقشه دیگه جوابگو نیست از این زمینایی که گرفتن به راحتی اینا مخصوصا برنده های جنگ بیرون نمیرن برای چی میگه میگه برای چی باید بریم بیرون پس نقشه جدیدی لازمه و سیستم تازه ای لازمه اتریش و بریتانیا و روسیه اینا دوست دارن که نقشه رو برگردونن به 1792 فرانسه برگرده همون جایی که قبل از شروع این جنگ ها بود ولی پروس و فرانسه که تو این دوره یه مقدار قوی تر شدن میخوان حالا نقشه امروز هم نمونه ولی برگرده به 1806 در 1806 فرانسه یه وقتش یه مقدار از 92 بهتره ولی خب حالا به خوبی مثلا زمان اوج ناپل اونم هم نیست پروس هم یه خورده سرزمین اون موقع گرفته ببین یعنی خواسته ها خواسته های بزرگیه که اینا اولش داشتن و اینکه فرانسه میتونه یه خواسته اینطوری مطرح بکنه ذهن آدم میبره به اینکه چه دیپلماسی استادانه ای داره دیپلمات فرانسه میکنه پشت صحنه تالیرنت دیپلمات فرانسه است به هم میرسیم واقعا کنگره وین اینطوری که نگاه کنیم محل هنرنمایی یه گروهی از ماهرترین دیپلمات ها و کارشناس های اون روز اروپا است هم در مقام مذاکره کننده های اصلی هم در کمیته های جانبی و همش هم در عمل زیر سایه تهدید فرانسه است یعنی ناآرامی های 25 سال قبلش و فرانسه است که شروع کرده فرانسه که یه ارتشی جمع کرده که در برابرش ارتش های اروپایی قبل از ناپل اون دیگه شوخی به نظر میاد ناپل اون در سایه تغییرات فضای سیاسی در فرانسه با سربازگیری از مردم عادی یعنی مسلح کردن مردم آوردن سربازی عمومی چیزی که تا قبلش وجود نداشت یک اندازه ارتشش پیدا کرد که دیگه خیلی ترسناک شد اندازه ارتش اروپایی از یه حدی بیشتر نمیشد ولی چون بالاخره اینا نمیخواستن فنگ دست هر کسی بدن نگران بودن از, از موقعیت خودشون از جمله دلایلش این بود ولی ناپلئون جمهور مردم رو فرا خوانده بود ترکیب این اندازه مهیبی که ارتشش داشت با تاکتیک های تازه جنگی که خود ناپلئون داشت اینا کمک کرده بود که در حالات عددا مختلفه ولی از 90 نورد، نوردی که تو شرکت کرد 80 تاش رو پیروز شد ناپلون رکورد حیرت انگیزیه بعضی از تعداد نورد پایینتر میگن و می نویسن ولی باز نسبت تقریبا همینه واقعیت اینه که خیلی خیلی زیاد پیروزی به دست آورد بر همینم هم ناپلون کبیر بهش میگن در نتیجه پیروزیهایی که به دست آورد نقشه فتوحات ناپلون یه همچین چیزی شده بود یعنی فرانسه تا اینجاها رفته بود جلو و آخرش هم هیچ کدوم از رقبا نتونستن ناپلون رو شکست بدن هیچ کدومشون نتونستن ناپلون رو شکست بدن ناپلون رو یک اعتلاف فراگیری از همه قدرت‌های اروپایی شکست داد تازه اونم به کمکش زمستان روسیه و البته اشتباهات پرشمار خودش یعنی دیرت هیچ که حریف اون ارتش نمیشه اما اگه همه بهش حمله کنن اون که بالاخره نمیتونه همه جا بجنگه که بالاخره شکست میخوره و تسلیم میشه و همین هم شد و بالاخره فرانسه اون شکست خورد حالا از دل اون سالهای پر از جنگ اول قرن 19 سیاستمداران و حاکمانی در اومدن که هدف مشترکشون صلحه و صلح با جهان نه فکر نکنیم که اینو میخوان با جهان صلح کنند نه با هم صلح کنه. اگه هدفشون صلح با جهان بود مثلا شاید حداقل باید عثمانی رو هم دعوت میکردن بالاخره عثمانی قدرت بزرگی بود که تمام این قرنهای گذشته اتریش درگیر با عثمانی بود با اینا درگیر نبود که ولی عثمانی اصلا در این کنگره نبود یا اگر هدفشون صلح در جهان بود بعدش اینطوری نمیکردن که در زمینهای مستعمره ها در آسیا و آفریقا و اینجاها با هم گلاویز بشن هدف اینا صلح جهانی نبود هدفشون این بود که دیگه بین خودشون در اروپا و بین قدرت بزرگ جنگ فراگیری اتفاق نیفته نه چون نیک نفس و صلح طلب بودند نه چون یهو عاقل تر شده بودند، نه چون جنگ های بعد از انقلاب فرانسه چنان ترسونده بودتشون که الان انگیزه پیدا کرده بودن که با هم هم کنند، کنن همکاری کنند، از خواسته هاشون یه مقدار بیان پایین مصالحه کنن یه طوری که اون کابوس دوباره بر نگرده و این حتما انگیزه ای مهمیه شاید انگیزه های انسانی هم داشته باشن شاید دلشون به رحم آمده از کشته شدن مردم در خیلی از خانواده های دهقانی اروپای اون موقع میگن دیگه مرد جوانی نمونده بود بعد از این همه سالهای جنگ شاید از اون فشارهای مالی جنگ هم میخوان فرار کنن چون بالاخره جنگ خیلی هزینه ساز بوده شاید حساب کتاب سیاسیشون هم هست بالاخره میخوان موقعیتی رو که در جنگ به بود دست آوردن از دست ندن با یک جنگ دیگری ولی هر چی که هست الان دنبال پیریزی یک صلح با دوامند سیاست ندارایی که محافظ کار هستند نگرانن از اینکه که اندیشه های روشنگری که ناآرامی و جنگ و بیثباتی آورده بیاد تسری پیدا کنه گسترش پیدا کنه به بقیه اروپا باعث گرفتاری بشه در واقع ریشه ناآرامی و جنگ و بیثباتی اینا رو اون اندیشه ها میدونن و طرفدار اینن که پادشاهی ها و دنیای قبل از روشنگری در واقع حفظ بشه میخوان هم ناپلون رو شکست بدن هم انقلاب فرانسه رو شکست بدن که سرایت نکنه به بقیه جاها اندیشه های انقلابی رو کانتین کنن مهار کنن یه آندو در واقع میخوان بزنن میخوان یه آندو رو نقشه بزنن چند دهه برن عقب و جالب اینه که تونستن این کارو بکنن تونستن یک سیستمی رو در کنگره وین در بیارن که 99 سال اروپا رو از جنگ فراگیر بین قدرت های بزرگ حفظ کرد جنگ شد بعدش جنگ کریمه بود ولی محدود بود در گستردگیش واقعا نه شبیه جنگ های ناپلونی اول قرن 19 بود نه به جنگ, های، به جنگ جهانی اول مثلا اول قرن 20 داشت بر همین هم هست که نمیشه گفت وین کنگره وین شکست خورد ناموفق بود چون بعدش هم جنگ شد مطمئن تر میشه این حرف رو زد وقتی که به اروپای قبل از اون نگاه کنیم قرن 16 قرن 17 قرن 18 اروپا درگیر جنگ های بزرگه بین گریت پاور ها بین قدرت های بزرگ اون وقت در کل قرن 19 همچین جنگی نداریم که قدرت های بزرگ سالها درگیرش باشن بودجه نظامی دولت ها کمتر میشه و در نتیجه پول یه مقدار میتونه بره هزینه بشه برای بهتر شدن وضع مردم و این دستاورد بزرگیه حالا دستاورد های وین و دنیای بعد از کنگره وین و اینها مال وقت دیگریه بریم, بریم سراغ خود کنگره ببینیم که کیا توش بودن و چی کار داشتن میکردن چون گفتیم قدرت های بزرگ اینجا بودن قدرت های بزرگ کیان در اروپای اول قرن 19 میشه هابسبورگ اتریش میشه رومانوفای روسیه تزار روسیه میشه پروس و البته میشه بریتانیا اینا چهار قدرت بزرگ اروپای اون روز هستند و خاص مشترک همه اینا اینه که برگردن به دوران خوش قبل از ناپلو گفتم محافظ کار هم هستن قدرت های سنتی اروپا گریزان از جمهوری و آشوب حالا گذشته که میخوام بهش برگردن گفتم دقیقا یکی نیست ولی آینده رو بیشتر از اینکه به امروز شبیه باشه میخوان به دیروز و به پریروز شبیه باشه این از مهمترین نکته های کنگره وینه برای اینه که میگیم نشستی نیست فقط برای تمام کردن جنگ قبلی یه هدف مهمش اینه که جلوی جنگ بعدی رو بگیره کجا جمع میشن اینا داره میگیم کنگره وین در وین جمع میشن شهر موسیقی شهر پارتی شهر پایتخت باشکوه امپراتوری اتریش هابسبورگ ها و ابتکار نشست نشست هم اصلا مال آقای مترنیک اصلا گفتم به دوره بعد از کنفرانس وین در اروپا میگن اصر مترنیک معمار این سیستم جدید اروپا ایشون بود دیپلمات مبتکر اتریشی بود کسی بود که پیش قدم شده بود اصلا برای اینکه اینا اطلاف درست کنن در جنگ با ناپل اون آدمی که هم خیلی معروف بود به زیرکی و هم به خیلی مصمم بودن بدنام تاریخ در سیاست داخلی و حکومتداری و خوشنام در دیپلماسی. کارنامهش از اونایی که واقعا مغز آدم قلنج میکنه یه ارزیابی به ازش بکنه معمار صلح ست ساله ای شد که از نظر دوام در اروپا بینظیر بود و دولت مردی بود که سرکوب مردم، جاسوسی از مردم، سانسور، محدود کردن خیلی از ارزش های لیبرال اینا در رأس سیاست هاش بود برای جامعه اون روز اتریش و بقیه ای امپراتوری هابس بود. استاد اون چیزی بود مترنیک که بهش میگن ریال پلیتیک. بی خودم نیست که 150 سال بعدش وقتی کیسینجر میخواد سزای دکتراش رو بنویسه رفت سراغ این آدم. کتابی نوشت درباره دنیایی که بازیابی کرده بود مترنیک تا حدی چرا تا حدی یعنی نمیخواست مثلا بره امپراتوری مقدس روم رو دوباره درست بکنه امپراتوری که نه امپراتوری بود و نه مقدس بود و نه ربطی به روم داشت نمیخواست حتی اون نمیخواست اون اونو برگردونه میفهمید اون کارش تمام شده دیگه دورش گذشته و حتی برای اتریش هابسبورگ دیگه کار کردی نداره ولی از گذشته چیزهای زیادی بود که میخواست برگردونه اول با هماهنگ کردن این اطلاف قدرت علیه ناپلون و بعد که موفق شدن در شکست دادنش در تحریزی اروپای بعدش اروپایی که نه تنها از خطر ناپلون در امان باشه بلکه آشوبهای ملی یا انقلابهای لیبرالی که بوش می آمد به زودی در اروپا بلندچن هم در برابرشون بیمه شده باشه چون حواسون باشه شکست دادن ناپلون شکست دادن ارتش مردمی فرانسه هم بود که پشتش ایده های انقلاب فرانسه بود یعنی اینا به عنوان نظام مستقر الان میخوان ریشه های انقلاب ها رو هم بخوش کنن که دیگه این سیستم حکومتیشون بتونه برقرار بمونه ولی چون داریم میگیم وین و اتریش خوبه که یه خود به موقعیت اتریش در شروع این کنفرانس فکر بکنیم چون یادمونه هابسبورگ ها قرن هاست دشمن اصلیشون که همش با هم درگیرن عثمانیه و اینا به هم شباهت های جالبی دارن یکیش که اینجا مهمه اینه که هر دو اینها به شدت متنوع هستند تنوع ملیتی و قومیتی و زبانی و مذهبی دارن هابسبورگ در هابسبورگ خب اتریشیا ها هستند یک جمعیت عظیم مجار هستند چک ها هستن استوواک ها هستن اسلوون ها هستن ها هستن سربا هستن بعدا یه گروهی از مردمان ایتالیایی مردمان جرمن که خب حالا هستن پولیش ها هستن اینا میبینی اینا بعدا هر کدومشون ملتی شدن چند دهه بعد که ملیت سکه روس شد در اروپا اون موقع ولی مثل چند قرن پیشش همه اینا در امپراتوری هابسبورگ بودن. عثمانی هم از یه نظرهای شبیه همینه عثمانی رو من قبلا تو همین کانالم به اشتباه گفتم که همون ترکیه مثلا بگیم. این میفهمم که چرا اینطوری گفتم؟ ولی این ممکنه خیلی اشتباه گمراه کننده ای باشه باعث بشه تصویر خیلی غلطی بگیریم از اون امپراتوری در سرزمین های عثمانی مسلمونا ها بودن مسیحیا بودن یهودیا بودن زرتشتیان بودن در سرزمین های عثمانی ترک ها بودن یونانی هم کم نبودن بلغاری هم کم نبودن بوسنیایی ها سرب ها آلبانیایی ها رومانیایی ها عرب ها کرد ها ارمنیا. اینا همه, اینا همه در امپراتوری عثمانی بودن تنوعش رو میبینید چقدر زیاده و البته هیچ کدوم اینا عثمانی و هابسبورگ هیچ کدومشون اون اوج عصر ملیگرایی رو تاب نیاوردند. و درسته که تا جنگ جهانی اول خودشون رو کشیدن ولی اونجا دیگه رفتن به بایگانی تاریخ و چقدر ملت دولت ملی از توی سرزمین های اینها آمد و چقدر گرفتاری هم هم عثمانی و هم هابسبورگ حالا این هابسبورگ اتریشه که دنبال اینه که جایگاه امپراتوریش رو حفظ کنه هم جایگاه خودش رو حفظ کنه هم تعادل رو برقرار کنه که نه فرانسه ای که تا همین چند وقت پیش ارتشش انقدر بزرگ بود که اومد همه اروپا رو لوله کرد تهدیدی باشه دیگه و بتونه بیاد تهدید کنه نه روسیه که حالا حداقل ادعا داره میکنه که ارتش فرانسه رو من بودم که متوقف کردم نه کسی توانش رو داشته باشه توی این سیستم جدید بیاد به هم بزنه تعادل رو نه کسی انگیزش رو داشته باشه که همه رو توی دردسر تازه ای بندازه و چنین تجربه انسانی ویران کننده بیاره میلیون ها کشته رو دستشون بذاره اون راه حلی که برای این پیدا کردن اون سیستم موازنه قدرت میگن راه حلی بود که مترنیک پیدا کرد که نماینده اصلی اتریش بود اتریش میزبان بود در کنگره وین نماینده های بقیه رو هم ببینیم ببینیم که از هر کشوری کیا آمدن یه خورده فضای کنفرانس دستمون میاد از روسیه خود تزار الکساندر شرکت کرده تزار الکساندر اول بی خودم عجیبه نفر اول کشور آمده شرکت کرده ولی آمده آدم عجیبی هم هست واقعا شخصیت عجیبه در تاریخ کلا سیاست اون موقع رو حواسمون باید باشه با سیاست امروز مقایسه نکنیم اونا اصلا از یک نهاد دیگری می و همه چیشون فرق میکرد با اینا خیلی خیلی متفاوته اینکه شخصیتشون فرق میکرد نکته مهمیه به خاطر اینکه با هر دیپلماتی که شما صحبت کنی که در مذاکرات سیاسی شرکت کرده میگن که شخصیت طرف مهمه روابط شخصی مهمه حتی در دنیای امروز اینو میگن من اینو از یک دیپلماتی شنیدم در یه ویدیو یوتیوب خیلی طرف جالبی هم بود میگفت در دانشگاه ها در ادبیات امروز دانشگاهی علوم سیاسی هیچ کس درباره این صحبت نمیکنه ولی با هر دیپلماتی صحبت میکنی میگه روابط شخصی و ویژگی های شخصی مهم هستن اون موقع که اون موقع قطعا مهمتر هم بودن به خاطر اینکه دیگه اف چیزهای دیگه اونقدی مهم نبودن برای خیلی از اینا اصلا افکار عمومی و گروه های زینف و اینا خیلی مسئله نبود و از این گذشته شخصیت های اینا شخصیت های خارق العاده ای واقعا بعضی یکی از عجیب همین تزار الکساندر روسی است اصلا نمیشه خیلی متوجه شد که دنبال چی بوده خیلی رمزالوده خیلی متناقض رفتارش و حرفاش از خیلی ها دمدمی مزاجه از یه طرف میگه من از پادشاهان روشن زمیرم enlightened monarch هستم در روسیه تفکیک قبا باید باشه و چی باید باشه و چی باید باشه از اون طرف میگفت خدا منو انتخاب کرده که بر روسیه فرمان روایی کنم یه روز میگفت پرچمدار ارتش مسیحی میخوام بشم ناپلون رو باید مشمول بخشش مسیحی کنیم یه روز دیگه میگفت من دوباره الان میخوام حاضرم بزنم به جنگ بعد یک همچین شخصیتی که همینطوری مذاکره کردن و دیل کردن باهاش سخت بود شخصا آمده بود در مذاکرات وین شرکت کرده بود که با بقیه دیپلومات های اروپایی مذاکره بکنه بعد همینطوری هم نیامده به عنوان ناجی اروپا آمده بیان که آره اون ناپل که همه تونو کرده بود ما بودیم که متوقف کردیم در واقعیت هم البته ارتش روسیه بود که با فرماندهی خود اتزار الکساندر اول اول وارد پاریس شد بقیه رو جا گذاشت رفت فرانسه رو اشغال کرد ناپلون رو تسلیم کرد واقعیت هم داشتین پشتش هم واقعا گرم به ارتش عظیمی که پر جمعیت ترین کشور اروپا آورده ارتشی بسیار بزرگ ارتشی بسیار قوی البته نیروی زمینی بسیار قوی دیگه. و البته از کشوری میاد که نهاداش ضعیفن حکمرانیش ضعیفه از نظر فنی هم توسعه پیدا نکرده و عقب و اینطوری که به نظر میرسه در نگاه خیلی بلند و گسترده تاریخی این شکل دیپلماسیش و این شفاف نبودنش در اون دوره و دوره های بعدی ضربه میزنه به روسیه یه نکته حاشیه‌ای من سر همین تحقیق این ویدیو یاد گرفتم یه خورده این ویدیو اینطوری هست نکته های حاشیه‌ای نه این برابرش من میگم چون حیفم میاد که نگم یعنی فقط درباره کنفرانس وین داریم صحبت نمیکنیم دیگه مشخصه ولی فکر می‌کنم خوبه اینطوری باشه میگن بعضی از کارشناس‌های سیاسی و تاریخی که یک امتیازی که دموکراتیک مثل فرانسه و بریتانیا مثلا در اون دوره داشتن این بود که سیستمی که توش دموکراسی هست یه مقدار اطلاعات و انگیزه ها و اینا به هر حال درز میکنه میاد بیرون پشت درهای بسته ی تصمیم گیری نمیمونه میاد بیرون و روش حتی ممکنه گفتگو بشه در رسانه ها در افکار عمومی صحبت بشه دربارش بر همین دولت بریتانیا اگر با دولت فرانسه یه بیفی داشته باشه این میزنه بیرون این میزنه بیرون که اینا نگاه تهاجمی دارند ما و دولت فرانسه خودش رو تنظیم میکنه با این متوجه میشه که نگاه تهاجمی هست تنظیم میکنه یا با هم مذاکره میکنه و اگر که همچین چیزی بیرون نیاد یعنی که روکر تهاجمی ندارن ولی در برابر روسیه ای که کلا بسته است سیاست مدار انگلیسی و افکار عمومی انگلیسی دسترسی به اتفاقی که توش میفته و شکل فکر کردن حاکمانش نداره نمیتونه ازش مطمئن باشه حتی این سیستم روسیه ممکنه که نتونه سیگنال بده بعضی وقتا درست اهدافش رو نتونه درست منتقل بکنه و اینا اشتباه متوجهش بشن یعنی بازیگرهای دیگه فکر کنن این ایده های تهاجمی داره در حالی که نداشته باشه یک مثالی که میزد کسی که این صحبت رو میکرد لینکش در توضیحات هست میگفت که تزار الکساندر و تزارهای دیگر روس اینا انگار هیچ وقت نمیخواستن بیان استانبول رو اشغال کنن رویکرد تهاجمی حداقل این تزار درباره استانبول نداشت ولی در چند نقطه مهم عملکردش در لندن تفسیر شد به بلند های سرزمینی و نگاه به, به استانبول و در نتیجه انگیزه پیدا کردن برای جنگ اصطلاحا پیشگیرانه با روسها یعنی دولت بریتانیا تصمیم میگیره که من باید برم با منی که تا حالا داشتم با فرانسه میجنگیدم به نظر میرسه اونجا ایده تهاجمی انگیزه های تهاجمی انگیز هست من باید برم خودم رو آماده کنم برای جنگی با روسیه و این کار سختیه برای دولتی که باید افکار عمومیش جواب بده تا یه حدی یک جنگ راحتی نیست جنگ طولانی و سنگین و پرتلفات و پرهزینه خواهد شد باید ذهن جامعه براش آماده بشه و ذهن جامعه چطوری میشه آماده کرد یکی یه یک چیزی که کمک میکنه به آماده شدن ذهن جامعه هیولا کردن اون طرف و چیزی که به هیولا کردنش کمک میکنه ناشناس بودنشه رازآلود بودنشه غریبه بودنشه پشت درهای بسته بودنشه چنانچه روسیه تزاری اینطوری بود در جامعه بریتانیا تفاوت نگاه بریتانیایی به روسیه با نگاهشون به فرانسه ای که اتفاقا بیشتر داشتن باهاش میجنگیدن تا قبل از این اینطوری شد اینطوری فضاسازی شد واقعا و این خیلی جالبه چون شاید اینطوری نبود چون اینطوری نیست که همه دیکتاتورها ستیزه جو باشن ما تو ذهن اون بعض وقتا اینو یکی میگیریم که یک کسی که دیکتاتوره مخصوصا اگه دیکتاتور نظامی باشه این یعنی حتما ستیزه جو هم هست جنگ طلب هم هست ممکنه اینطوری نباشه دیکتاتورهای نظامی خیلی وقتا دیدیم که اصلا دنبال صلح و آرامش هستند در خارج از مرزهای خودشون منتها روسیه کشوری دور با اون زبون عجیب و غریبی که ما نمیفهمیم این کم کم تبدیل شد به اینکه این که این برای ما خطره این هیولاست این پرخاشگره این جنگ طلبه، این نظر داره به کشورهای اطرافش این حرف رو من در این ویدیوی خیلی جالب از این آقا شنیدم و میگفت اینطوری که نگاه کنیم اون دوران بدون جنگ از کنفرانس وین کنگره وین تا کریمه مدیون برقرار شدن رژیم لیبرال در فرانسه که این باعث نزدیکی بیشتر شد و نمیتونست دیگه فرانسه تبدیل به اون دشمن بزرگ بشه و از اون طرف چطوری اینو می آورد برای امروز یک درسی ازش می گرفت می یکی از گرفتاری های قرن بیستم اینی که روسیه بعد از جنگ سرد دموکراتیک نشد حرف جالبیه به نظر برگردیم سر حرف خودمون برگردیم به تزار الکساندر یکم امپراتور روسیه که گفتیم آمده وین و از روسیه میاد که نه تنها همین الان کلی زمین هایی رو که آزاد کرده از ناپلون دستش داره همین طور هم داره از اون طرف به سمت جنوب پیشروی میکنه یعنی حالا این سمت اروپایی ما الان داریم نگاه میکنیم ولی این همون تزاریه که در گلستان و ترکمانچای و اینا قفقاز رو از ایران جدا کرده پیشروی های جنوبش ادامه داره سر دسترسی به دریای سیاه با عثمانی درگیره حوزه نفوذش رو داره در اروپای شرقی گسترش میده همینطوری و از وین هم همین اروپای شرقی و لهستان و اوکراین و اینها رو میخواد قدرت بزرگ اروپا روسیه با تزار الکساندر در کنفرانس وین حاضر شد دیگه کی؟ قدرت بزرگ دیگه اون روز پروسه پروس قدرت نظامی و سیاسی تازه اروپاست اون موقع البته هنوز هم کوچیکه به نسبت بقیه هم کم جمعیته ولی قدرت منطقهیه که میخواد قدرت جهانی بشه از قدرت منطقه قوی تا قدرت جهانی اولش ضعیف از یه نظرهای اینا همه اون چیزی بودن که هابسبورگ اتریش نبود اینا دوتا امپراتوری آلمانی هندی دیگه دوتا امپراتوری مال جرمن پیپل هستن دو تا برادرن ولی خیلی متفاوت هستن هم اتریش برادر بزرگ است قدیمی تر است پروس ج... برادر کوچیک است ضعیف تر هم که داره حتی اون موقع پراکنده است اصلا یک پارچگی سرزمینی نداره اون قدیمی این جوون و تازه اون متنوع اتریش گفتیم تنوعش این در واقع متشکل فقط از جرمن پیپل یا حد زیادی تا حد زیادی از مردمان جرمن اتریش قدرت نظامیش کمه الان کمتر از اونیه که واقعا لازم داره برای حفظ چنین امپراتوری عظیمی بر همین باید هی معامله هایی بکنه که بتونه امپراتوریش رو حفظ بکنه پروس ولی اصلا انگار یه کشوریه که دوره ارتشی درست شده خیلی قوی تر از خود کشورش ارتش ارتشش و در نتیجه تهدید دائمی شده برای همسایه با جاه طلبی سرزمینی که داره پروس یک حکومت مدرن جدیده که آمده در وین که هم از سمت لهستان زمین بگیره هم از اون طرف در منطقه مرزی با فرانسه سرزمین های جدیدی بگیره که بسیار هم جالبه چون بخش زمین هایی رو که نهایتا میگیره بعدا توش معادن زغال و آهن زیادی پیدا میشه زمان کنگره وین اصلا نه معلوم بود که اونجا همچین چیزایی هست خیلی نه اهمیتش مشخص بود ولی بعدا کمک بسیاری میکنه همون منطقه ها به صنعتی شدن و رشد بیشتر و قویتر شدن پروس و بعدا آلمان اصلا ریشه خیلی قدرتمند شدن پروس آلمان یه مقداری همینجاست از پروس هم صدر اعظم شرکت کرده در اجلاس هاردنبرگ البته امپراتورم یک زمانی میامده و میرفته من دیدم که صحبت امپراتورم بود ولی صحبت صدر اعظم هم زیاده به عنوان دیپلمات ارشدی که اونجا هست با این هدف هم آمده که پروس رو یکی دو قدم جلوتر ببره در این مسیر تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ و یک نیم نگاهی هم به این مناطق آلمانی زبان داره چون این اصلا یه سوال مرکزی کنگره وین هست که با اینا چه کار بکنیم اینا قرن یک نهادی بود به نام امپراتوری مقدس روم ناپلون در واقع جمعش کرد و کسی هم دیگه نمیخواد اینو برش گردونه چون واقعا کار نمیکن جواب نمیداد ولی تکلیف این آلمانی زبان ها و جرمن پیپل هایی که این وسط هستن باید مشخص بشه بالاخره یک کنفدراسیون شلوولی از اینها اینجا بود از این دولت شهرهای کوچیک و بزرگ آلمانی زبان که الان نیست و اینا افتادن بین دو قدرت بزرگ پروس و اتریش که هر کدومشون یه نیم نگاهی به اینها دارن اتریش قدرت در حال افوله، پروس قدرت در حال اوج گرفتن و این باز دوباره از اون چیزایی که امروز راحتتر میتونیم بفهمیم چون همین شد اون امپراتوری اتریشی که رو, به افول بود بعد از جنگ جهانی اول جمع شد دیگه فقط ازش یک اتریشی بعدن بود پروس ولی بزرگ شد بزرگ شد همه اینا رو گرفت تبدیل شد به امپراتوری آلمان این از اتریش و روس و پروس قدرت‌های این طرف اروپا اون طرف از اون طرف کی بود سر میز بریتانیا بود فرانسه هم بود اول درباره بریتانیا صحبت کنیم بریتانیا با وزیر خارجه شرکت کرده بریتانیایی که بخش زیادی از هزینه های جنگ در برابر ناپلئون رو داده اگر پول بریتانیا نبود اینا شاید نمیتونستن دیگه بجنگن و اونا هم دنبال این هستن که نذارن یک قدرت مسلطی در اروپا درست بشه میخوان در اروپا موازنه قدرت باشه یک فرق اساسی هم دارن بریتانیا یا با بقیه تفاوتش اینه که بر بقیه افکار عمومی کشوراشون عملا نقشی در تصمیمی که میگیرن نداره تزار الکساندر خیلی لازم نیست به این فکر کنه که حالا که این تصمیم رو من میگیرم حکومتم در روسیه ضعیف میشه یا رقیب سیاسی مینه علیهم هم استفاده میکنه یا چی اصلا از این صحبت ها نیست در بریتانیا ولی رقیب سیاسی هست مطبوعات هست و سیاستمدار بریتانیایی چون از یه سیستم شبه دموکراتیکی میاد حالا با استانداردهای قرن 19 دستش یه مقداری بسته تره وقتی برمیگره باید بره در یه جلسه چهار ساعته از بند, بند این توافق دفاع کنه جلوی پارلمان یا باید بره جواب بده که چرا خویشو خیلی قاطی این مهمونی های رقص خانواده های سلطنتی میکردین و خود تو زنت خیلی فاز سلطنتی گرفته بودین و این اینا باید بره جواب بده خب اصلا سلطنتی هستن جو چی جواب چی باید بدن همینن که هستن دیگه و این بریتانیا هم هست که دیگه الان قوی ترین کشور بین این قوی ترین قدرت ها. دشمن بزرگش فرانسه شکست خورده به کمک نیروی دریایی عظیمش حاکم بیرقیب رقیب آبهای دنیاست درباره عمق استراتژیک گاهی میشنویم کشوری که عمق استراتژیک داره یعنی شهرها شهرهای مهمش از منطقه های جنگی بالقوه خیلی فاصله داره بریتانیای قرن 19 با تسلطی که روی همه آبراهای دنیا داره در برابر اشغال واقعا امنیتی داره که در طول تاریخ بینظیره یه جایی من دیدم که میگفت در طول تاریخ هیچ کشوری انقدر خیالش راحت نبود از اشغال که بریتانیای این دوره بود جمعیتش به نسبت بقیه خیلی زیاد نیست اما از جمله به کمک ابداعات و پیشرفت‌های انقلاب صنعتی اول انقلاب صنعتی و اینها خیلی ثروتمند شده چطوری ثروتمند شده رو یه خورده توی اپیزود 88 پادکست بی پلاس گفتیم ولی مجموعی از عوامل فرهنگش هست نهادهاش هست موقعیت جغرافیاییش هست ترکیب جمعیتیش هست استعمارش هست در طول همین جنگ های ناپلونی انگلیسی ها کلی از مستعمرات فرانسه رو اینجا و اونجای دنیا برداشتن واسه خودشون یعنی وضعشون بهتر هم شده یه نمونهش آفریقای جنوبی داستانش رو شنیدیم قبل وضعیت بریتانیا خلاصه یک همچین وضعیه وضعیت داخلیش هم وضعیت جالبیه یک قرنی درگیری و دوپارگی و جنگ داخلی و اینها بوده منتها نهایتش دیگه لیبرال ها در انگلستان بر محافظه کارا پیروز شدن دعوا سر این بودی که قدرت پارلمان بیشتر باشه قدرت پادشاه بیشتر باشه عملا پیروز شدن پادشاه دیگه رفته پشت صحنه قدرت بیشتر از آریستوکرات ها و زمیندارا دست شهری ها و بیزنسیا ها و صنعتیا ها و اینهاست که خواستشون آزادی تجارته خواستشون رواداری مذهبیه حقوق سیاسی ضد بردهداری هستند البته دولت اون موقع بریتانیا برخلاف چند دهه قبلش یه هوا یه کار به نسبت احتمالا در واکنش به همین انقلاب فرانسه و اینا ولی به هر حال اینا لیبرال حساب میشن محافظه کار لیبرال هستن و نماینده بریتانیا در وین هم آدم مهمیه اونم در دستبندی اون موقع محافظه کار حساب میشه کسترلی ایشون وزیر خارجه بریتانیا بود طرفدار این بود که انگلیس نباید بیفته توی موقعیتی که لازم داشته باشه نیروی نظامی بفرسته به اروپا یعنی اروپا باید باثبات باشه آرام باشه که بریتانیا که الان دیگه عملا تنها قدرت استعماری بزرگ دنیاست بتونه در اطراف دنیا به کاراش برسه و از مستعمراتش پول در بیاره انگیزه به کنار صلح و آرامش در اروپا برای بریتانیا خیلی مهم بود اینکه اون طرف کانال هلند مستقل قوی درست بشه که متحد انگلستانه برای بریتانیا مهم بود چون این میتونست جلوی گسترش فرانسه رو بگیره اینکه مرزهای فرانسه با اسپانیا و از این طرف با ایتالیا سفت بشه که در نهایت خلاصه فرانسه سه تا خط قرمز سفت و سخت اطرافش داشته باشه نتونه فکر دیگه بکنه برای بریتانیا مهم بود اینا خواسته هایی که کمابیش بریتانیا با اینها میره به وین و اما آخرین قدرت سرمیز فرانسه اصلا یه کار خیلی جالب و درس آموزی که اینها کردن این بود که فرانسه رو هم دعوت کردن به کنگره وین فرانسه رو که خب بازنده جنگ بود یعنی همه فتنه از اونجا بود الان هم شکست خورده بود اشغال شده بود ولی خب همه میدونستن که فرانسه به هر حال قدرت بزرگیه و نبودنش در مذاکرات ریسکه و از اون طرف بودنش رو هم مخصوصا بریتانیا فکر میکردن که کمک خوبیه براشون که بتونن موازنه کنن مثلا قدرت روسیه رو بر همین بریتانیا خیلی تلاش کرد که فرانسه رو بیاره اونجا که مثلا الکساندر نتونه هر چیزی که میخواد بگیره فرانسه هم اونجا بود دیپلمات نامی و قدری داشتن اونا هم به نام تالیرند از اینایی که گربه مرتزا علی واقعا با هر رژیمی در فرانسه ایشون کار کرده بود هشت سال وزیر خارجه ناپلون بود بعد دید ناپلون داره میره سرپاینی رفت با دشمنان ناپل اون یعنی با کشورهایی که فرانسه باهاشون در جنگ بود مذاکره کرد که ببینن فرانسه بعد از ناپل اون چه شکلی باید باشه خاندان سلطنتی قبلی رو برگردونه و هم اصلا آمده بود طرف به عنوان نماینده رژیم جدید فرانسه چون خودش رژیم بعدی رو در واقع تسهیل کرده بود برگردوندنش رو شاه قبلی رو برادر پادشاهی رو که گیوتینی شده بود به به قدرت برگردونده بودن به نمایندگی از آنها آمده بود که بالاخره تلاش کنه هم فرانسه بهش قرامت سنگینی بسته نشه که بیچارش بکنه و همین که اونقدری سرزمین بتونه بگیره که گرفتاری درست نشه یعنی زیاد زمین از دست ندن و این هم نمایش خیره کننده ای داره واقعا از دیپلماسی در بیان از اینا واقعا ابتکارات و حرکت هایی که برای منافع کشورشون در مذاکرات میکنن اونا جالبه از خود شخصیت ها و داستانشون جالبه چون اینا قطع کن و اسکو نه ماه اونجا بودن فقط همین پنج قدرت نبودن هر دولت اروپایی هیئت نمایندگی فرستاده بود به وین هر دولت اروپایی هم باز همه کشورهای امروز رو نگاه نکنیم اون امپراتوری مقدس روم که منحل شده خب اینا همینطوری توش هستن انواع دوکنشین و چیچینشین و اینا هستن اینا همه نماینده فرستادن تابستان 1814 در ویان مذاکرات روزانه یک طرف پارتی های شبانه موزیکال ها مجالس رقص بالماسکه اینا اصلا اینا رفته بودن وین چون ویان شهر پارتی و موزیک بود با تیم و تشکیلات و هیئت همراه رفته بودن میگن جمعیت وین 200 هزار نفر بود در طول کنگره وین شده بود 300 هزار نفر بتوون سمفونی شماره هفت رو همون شبها اونجا اجرا کرد یک قطعه ای اصلا به مناسبت کنگره وین نوشت رقص والز در همین فستیوال چند ماهه فراگیر شد در اروپا قبلش در اتریش محبوب بود در وین محبوب بود ولی اینجا بود که فرستادش به همه اروپا میگفتن کنگره یا پیشرفت مذاکراتشون تعریف نداره ولی مهمونی های رقصشون خوب پیش میره رابطه عاشقانه متنیک با یکی از خانم یکی از هیات داستانی بود که بر سر هر بازاری بود یه پارتی معروفی تزار الکساندر روسیه گرفته بود یک شبی شام مجلل برای همه هیات های دیپلماتیک و بعدش هم مجلس رقصی که تاریخی شد و, و همه این برنامه ها توش یه لایه دیگری از مذاکرات سیاسی و تبادل نظر و اینها هم جریان داشت دیگه ملکه روسی در رقص والسش با دیپلمات‌های اروپایی میگن یک بخشی از مذاکرات رو هم انگار پیش میبرد. کلی دخترای جوان رو خانواده‌های آریستوکرات مادراشون آورده بودن وین که در اون فرصت شوهر مناسبی پیدا کنن براشون بین این همه شاهزادگان و اشرافی که آنجا اومدن. آشپزهای هیئت‌های مختلف شف های, های مختلف در رقابت با هم یه چیزای آوردن یه چیزایی به سلیقه غذایی وین به منوی غذایی وین اضافه کردن بعضیاش هنوز توی منوی کافههای های وینی محبوبه زیافت امپراتور هابسبورگ هر شب صدها نفر مهمانش بودند. یه تعریف خیلی جالبی هست میگن متنیک گفته که در وین تزار روسیه به جای همه سانتیمانتال و رومانتیک بود پادشاه پروس به جای همه فکر میکرد پادشاه دانمارک به نمایندگی از همه صحبت میکرد پادشاه باواریا جای همه می نوشید و پادشاه وورتنبرگ جای همه میخورد و امپراتور اتریش هم همه هزینه ها باهاش بود یه تصویری میده از اینکه چه خبر بود اونجا ولی ایناش به کنار نتیجهش چی بود نتیجه کنگره وین یعنی بود که فضای اروپا عوض شد و نقشه جدید و سیستم جا... تعادلی جدیدی آمد. روی نقشه توافقات مهمی داشتن. تهدید اصلی گفتیم فرانسه بود. پت... پس اطراف فرانسه بافرزون های سرزمین سرزمین‌های حائلی درست کردند. از بلژیک و هلند اون بالا تا این راینلندی که دادن به پروس، جنوایی که در پایین دادن به ایتالیا، ثروتمندترین بخش‌های ایتالیا رو اتریش تونست بگیره به امپراتوری خودش اضافه بکنه، هم جلوی فرانسه رو بگیره، هم اتریش قدرتمندتر بشه. تقریبا جایی از اروپا نبود که نقشش دست نخوره سالزبورگ همونجا بود که رفت تو اتریش ژنو همونجا بود که رفت به سوئیس طرفی سوئیس اونجا بود که دیگه به صورت قانون درآمد همه اروپایی امضا کردن هلندی رو که ناپلون دوباره برده بود تو فرانسه اونجا جدا کردن به خواست انگلیس که خیالش از این طرف کانال راحت بشه نروژ در جریان همین کنفرانس بود که مستقل شد از دانمارک و قانون اساسی که اون موقع نوشتن پانون پایه قانون اساسی امروز نروژ شد تغییرات نقشه واقعا زیاده و مهم داستان لهستان از جالب هاشه که حالا باید بمونه برای یک جای بعد ولی مهمترین احتمالا از مهمترین تصمیماتی که گرفتن اوناییه که برمیگرده به آلمان امروز به فرمان روایه های مرکزی این, این آلمانی زبان ها امپراتوری مقدس روم جمع شده بود اینا رو باید فکر میکردن که خب مستقلشون کنیم یعنی استقلالشون رو بپذیریم بین اتریش و پروس تقسیمشون بکنیم یا اینکه یکیشون بکنیم یک واحد سیاسی جدیدی درست بشه یکی شدنشون رو بریتانیا نمیپذیرفت چون یهو میگفت اینا خیلی قدرتمند میشه. از اون طرف هم نمیخواستن دولت های خیلی ضعیفی اونجا درست بشه مستقل بشن ولی ضعیف بشن و حالا همش قدرت های بزرگ دنبال این بخوام باشن که فرصت مناسب بشه به پرنیار بگیرن برای همین رسیدن به میانی. یک راه حل میانه ای یک کنفدراسیون شلی یک اتحادی از دولت های اینها که در همه امور اختیار دارن مستقلن بجز در امور نظامی یعنی مستقلا کامل بجز در مسائل نظامی مدل اتحاد نظامیشون هم اینطوریه که اگه بخوان به یکی حمله کنن نمیتونن متحد بشن ارتشاشون رو بریزن رو هم دیگه اما اگه یکی بهشون حمله کرد اینا میتونن ارتشاشون رو جمع کنن کنار هم و با هم ازش از همه دفاع کنن یا از اونی که بهش حمله شده دفاع کنن یعنی یک اتحاد نظامی قوی در دفاع ضعیف در حمله مستحکم ولی غیر تهاجمی اتریش و پروس رو هم میذاریم این تو حالا اونها هم استقلال خودشون رو دارن خیلی هم بزرگن ولی در این کنفدراسیون هم هستن مرکزش رو هم میگذاریم در فرانکفورت پروس خیلی خوشحال نبود با نتیجه بیان ولی هرچی گذشت اون چیزی که به دست آورده بود ارزشش بیشتر مشخص شد ولی همه چیزهایی که در کنگره بحث شد این مسائل مهم و کشوری و اینها نبود مسائل جزئی تری هم اونجا بحث شد که به همون اندازه شاید مهم بود مثل حق کشتیرانی در آبهای اروپا مثل ممنوعیت تجارت برده که یکی از خواسته های بریتانیا بود الان افکار عمومی بریتانیا خیلی دنبالش بودن نمیتونست مذاکره کننده بریتانیایی بهش بی‌توجه باشه و نهایتا در توافقات کنفرانس هم آمد و موضع بریتانیا اینجا حد هم البته حداقل همونقدر که اخلاقی سیاسی نظامی هم هست ممنوعیت تجارت برده فاصله بریتانیا رو که در مستعمره داری از بقیه جلوتر بود حالا بیشتر هم میکرد باهاشون و بعد معنیش این بود که نیروی دریایی قوی بریتانیا میتونه بشه پلیس بردهداری و میتونه کشتیهای بقیه رو هر جایی بخواد نگه داره بگه واسه ببینم برده داری تجارت میکنی یا نمیکنی به قول دیپلمات اسپانیایی میگفت بریتانیا یا همیشه استاد این بودن که منافع تجاریشون رو پا به پای موعظههای اخلاقی پیش ببرن و بیارن جلو کلا بریتانیا با توجه به قدرتی که داشتن و البته های دیپلماتاشون بیشتر چیزهایی رو که میخواستن گرفتن در این مذاکرات هرچند بعدا گفتن دادن اون راینلند به پروس بزرگترین اشتباهشون بوده از اون مهمتر ولی شاید این سیستم کنگرهای بین کشورها که بعدا مدلش تغییر کرد تبدیل به جامعه ملل شد تبدیل به سازمان ملل شد یک شباهتی داره با اتحادیه اروپایی که درست شد نهادی که اداره کنه امور دنیا رو مدلش روی همین کنگره وین ساخته شده اگه الان میبینیم شورای امنیتی داره سازمان ملل که توش قدرت برنده آخرین جنگ فراگیر نشستن دارن تصمیم میگیرن برای امنیت دنیا تای سطحی این میراث کنگره وینه الگوش اونه در واقع یه چیز دیگری من بهش فکر کردم اونم خیلی به نظرم جالبه فرانسه و بریتانیا چی میخواستن از اینجا میخواستن که روسیه نتونه بیاد وسط اروپا میخواستن صدی صد در برابر روسیه درست بشه در اروپای مرکزی و پروز شد اون صد پروس باید میشد قدرت بزرگی که صد راه روسیه بشه امکاناتش رو هم داشت بلند پروازیش رو هم داشت با کمک توافقات وین شد واقعا اون قدرتی که میخواست بشه و نهایتا همین پروس بزرگتر شد قدرتمندتر شد انقدری که همه آلمان رو گرفت اصلا شد امپراتوری بزرگ آلمان و بعد چی شد همین پروسی که صد دفاعی فرانسه و بریتانیا میخواست بشه در مقابل روسیه شد آلمانی که این فرانسه و بریتانیا رفتن با همون روسیه متحد شدن که جلوش رو بگیرن و دو جنگ جهانی سر همین برپا چه داستانی واقعا چه داستانی الان میفهمم که چقدر با ندونستن تاریخ اروپا تصویرمون از جنگ های قرن بیستم ناقصه قبلا هر وقتی که میگفتیم تاریخ تاریخ اروپا جنگ جهانی دوم چیزی بود که آدما بیشتر درمارش میخوان بدونن ولی خیلی تصویر ناقصه اگر که از اونجا شروع کنیم تاریخ رو خوندن تا چهل سال بعد از وین قدرت های اروپایی در هیچ جنگی با هم روبرو نشدن اونطوری وقتی شدن کریمه بود و به بقیه قاره هم کشیده نشد جنگ قاره ای نشد تا 99 سال بعد از وین دیگه دستاورت های کنگره ویان چیه؟ اینم هست که بعد از کنگره ویان سفرای قدرت های اروپایی در پاریس و در لندن و در پایتخت های دیگه کنفرانس های منظم داشتن رابطه رو و گفتگوهای منظم رو حفظ کردن که اختلافشون رو با مذاکره و با دیپلماسی کم کنن و حل کنن در اون سیستم پنج قدرتی در یه چیزی که معروف شد به کنسرت اروپا به خاطر هارمونی که درست کرده بود در قاره و خب اون تمرین بسیار پیچیده و تعادل ظریفتریه که باید در حرکت حفظ بشه نسبت به مثلا تعادل یک لحظه ای که تو در کنگره میخوای درست بکنی در کنگره صلح میخوای درست بکنی طول زمان تعادل رو حفظ کردن وقتی مهره ها همه دارن حرکت میکنن جلو عقب میرن کار بسیار پیچیدهتریه و تمرین خیلی سختی بود برای اروپایی ها های اروپایی در سالها و دهه های بعدش شروعش ولی از وین بود که الان انگار میشه که موا... گفت که موفق بوده حتی حتی اینکه سران کشورها الان میرن همدیگه رو میبینن برای گفتگو و رایزنی و مذاکره یه چیزیه که یک مورخی میگفت در ادامه همون سنته خیلی جالبه یه دلیلش همین همین بوده که سران کشورها نمایندهای خیلی بلند مرتبه داشتن برای اولین بار اینطوری با هم ملاقات میکردن یا اصلا ایده مصالحه کردن به جای جنگ پیشرفت بزرگی بود در خیلی از مناطق دیگه, دیگه دنیا هنوز اتفاق نیفتاده اروپایی چند قرن راه جنگ رو رفته بودن حالا یاد گرفته بودند که کامپرومایز و مصالحه نتیجه بهتر بهتری خواهد داشت نتیجه چه شد که این دوره صلح همزمان با انقلاب صنعتی همزمان با پیشرفت های تکنولوژیک در تولید در حمل و نقل در ارتباطات در عوض شدن شکل جامعه ها از جامعه های اکثریت کشاورزی به جامعه هایی که حالا توش کارمند و کارگر و اینها هم هست و یه طرف اینکه که اینا با هم نمی جنگن رقابتاشون رو میبرن جای دیگه اینه که دعوای مستعمرات بالا میگیره قرن استعمار و بازی بزرگ و روزگار بقیه مردم دنیا رو سیاه کردن این هم از،, از, حل کردن اختلافات در زمین اصلی شروع میشه واقعا واسه همین چیزها است که الان فکر میکنیم به کنگره وین کنگره 200 سال ازش میگذره الان بعد از 200 سال نگاه ها بهش مثبت تر از اونی که 100 سال پیش بود 100 سال پیش بعد از جنگ جهانی اول وودرو ویلسون رئیس جمهور آمریکا رفت در پاریس در ورسای توافق صلحی درست بکنن و میگفت که اینجا میخوایم به توافق دیرپایی برسیم یه صلحی درست کنیم برعکس وین که دوامی نداشت این دوام بیاره و نتیجه این بلند پروازی احتمالاً کوتاه‌بینانه ویلسون همین بود که صلح بعد از ورسای خیلی زودتر از صلح بعد از وین به جنگ جهانی دوم رسید چند تا نکته جالب دیگه هم من درباره کنگره خوندم و شنیدم اصلا کمک هم کرد که بعضی ارجاعات تاریخ معاصر اروپا رو بهتر بفهمم یا وضعیت سیاسی دنیای امروز رو بهتر بفهمم چند تا از اینا رو میگم فکر میکنم برای بعضی از شما حداقل جالب باشه در کنگره وین فرانسه بازنده جنگ حضور فعال و مبتکرانه ای داشت در طول کنگره یه بار ناپلون دوباره لشکرکشی کرد از تبعید فرار کرد اومد بیرون یه حمایتی هم به دست آورد هم در مردم هم در ژنرال ارتش ولی خب سرکوبش کردن چکستش دادن در نتیجهش هم فرانسوی ها تنبیه شدن به خاطرش تنبیه شدن ولی اینطوری نگاه کردن که ناپلون باخته و تمام شده ولی فرانسه که باخته که تمام نشده که به هر حال بازنده رو کسی که اصلا جمع شدن قدرتش رو مهار کنند رو آوردن در مذاکرات و باهاش هم خوب مذاکره کردن که ملت فرانسه احساس باخت نکرد اون طوری که آلمانی ها بعد از جنگ جهانی اول کردن یا حداقل اون روایت پذیرفته تر رو جامعه آلمان خرید که قرامت و تنبیه سنگینی که به ما بستن بعدا خب زمین ساز ظهور هیتلر شد و جنگ جهانی دوم یک چیز دیگری توجه منو باز یک کارشناسی جلب کرد به رفتار غرب با روسیه بعد از پایان جنگ سرد که میگفت اگر مثلا با روسیه هم بعد از پایان جنگ سرد به خواسته هاش توجه بیشتری میشد و یا اصطلاحا رفتار بهتری با می میشد شاید شاهد وضعیت امروز نبودی. پوتین هم میگفت من یادمه یک بار اشاره کرد ارجاع تاریخی داد به تزار الکساندر اول که چطوری در اون زمان با همکاری قدرت های اروپایی موازنه قوا رو یه طوری طراحی و اجرا کردن در اروپا که آرامش آورد. کنگره وین در زمانی بود که دنیا دنیای چند قطبی شده بود. شبیه چیزی که برای امروز میگن، برای دنیای امروز میگن که در مسیر چند قدرتی شدن حداقل. و این شاید دوباره یه دلیل خوبی باشه که فکر کنیم به این کنگره وین و بیشتر دربارهش بدونیم. سالهاست درباره این صحبت میشه که ساختار شورای امنیت مثلا باید عوض بشه. شورای امنیت باستاب موازنه قدرت 80 سال پیش دنیاست آخر جنگ جهانی دوم الان قدرت های جدیدی هستند در دنیا و برای پرهیز از یک جنگ گسترده لازم داریم که موازنه قدرت یه باستابی باشه واقعا از صحنه قدرت واقعی در دنیا صحبت از هند بوده که اضافه بشه چین چه رفتاری خواهد داشت صحبت از برزیل بوده که اضافه بشه ژاپن بوده که اضافه بشه آلمان اضافه بشه آفریقای جنوبی اضافه بشه یا نیجریه از آفریقا اصلا کل اروپا یه نماینده داشته باشه اونجا بحث این نیست که کدومش شدنیه یا اصلا کدومش درسته یا نه ولی اتفاقی که لازمش اینه که چین و آمریکا به عنوان قدرت های بزرگ فعلی بخوان که این رو عوض کنن و توافق کنن سر اعضای جدید حالا موضوعی این نیست اینجا درباره این چیزا نمیخوایم صحبت کنیم میخوایم درباره این صحبت کنیم که دنیای چند قطبی موازنه چند قطبی لازم داره که یه نمونه اولیش رو در وین تجربه کردیم و یک نگاه به عقب بهش داشتن یک نگاه مروری و تحلیلی ترجیحاً بهش داشتن میتونه الهام بخش باشه برای دنیای امروز مخصوصا که اصلا امروز یه چالش داریم و خطر یه چالش های رو میفهمیم که در زمان وین و اصلا وجود نداشتن یا نمیفهمیدیمشون مثل وضعیت تغییرات اقلیمی که اساسا در چارچوب بجز چارچوبی که همه قدرت ها توش باشن قابل حل کردن نیست و نیاز داره به یک همکاری های جهانی اینطوری یا یک موضوع دیگه دیدم باز موضوع امروز رو وصل می کرد به وین اینم خیلی جالب بود از ایشون شنیدم که دیپلمات از طرف اروپا بود بعد از جنگ بالکان اروپا و روسیه و آمریکا داشتن مذاکره میکردن ایشون به عنوان نماینده اروپا داشت مذاکره میکرد میگفت ما اونجا روسیه رو به عنوان بخشی از راه حل دیدیم سه طرفه آمریکا و روسیه و اروپا داشتن مذاکره میکردن و خیلی جاها میگه موضع روسیه به ما... به مای اروپا نزدیکتر بود تا موزه آمریکا به مای بود. و این بر من جالب شد چون پوتین هم چند بار به موضوع کوزوو اشاره کرده توی ارجاهاش که ما اونجا با حسن نیت در برای کمک آمدیم ولی پذیرفته نشدیم و اینا جزئیات مهمش زیاده واقعا و موضوع حرف من نیست موضوع اینه که شریک دیدن قدرت دیگه حتی وقتی که قدرت بازنده مثل فرانسه بود کاری که اگه ردش رو در تاریخ معاصر بگیریم و بیایم جلو میبینیم خیلی جهات تکرار نشده حرف از این نیست که موضع اخلاقی کی درسته حرف از اینه که این درس بزرگ کنگره وین این بوده که فرانسه ای رو که بخش بزرگی از مشکل بود به عنوان بخشی از راه حل نادیده نگرفتن کنار نگذاشتن و احتمالاً این هم در دستاوردهاش نقش داشته یه چیز دیگه ای که دربارش صحبت میکنن مخصوصا وقتی از این میگن که چطوری کنگرهی وین و موازنه لحظه ای تبدیل شد به کنسرت اروپا و صلح نسبی در دههای بعدی میگن چقدر مهم بود که ایدئولوژی دست و پای این کشورها رو نوسته بود برای اینکه بشه یک همچین کنسرتی داشت یک همچین هارمونی رو ایجاد کرد و حفظ کرد کشورها باید بتونن موقعیتشون رو هی ارزیابی کنن و ائتلافاشون رو هی عوض کنن از کنار عثمانی بودن برند در برابر عثمانی از کنار روسیه بودن برن در برابر روسیه از برابر روسیه بودن برن در کنار روسیه از مقابل فرانسه بودن برن کنار فرانسه این یک انعطافی لازم داره دست و پاشون رو نمیتونه ایدئولوژی های سفت یا یا احساسات شدید بین ملت هاشون بسته باشه دست و پاشون دولت ها باید باز باشه و هم دولت ها باید باز باشه هم وقتی که یک کنگره مثل کنگره وینه دنبال بست دموکراسی نیست این هم یک دیپلماتی میگفت و جالب بود باز برای من اینا خیلیاش با نظراتی که من دارم رو به چالش میکشه من فکر میکنم یه طوری فکر میکنم درباره دنیا و یه چیزایی میدونم و اینا ولی چیزایی میبینم و میخونم که اونا رو به چالش میکشه و اونا اتفاقا برام خیلی وقتا جالب تره میگفتش که مثلا در جنگ با ترور ما یک موزه اخلاقی داریم و از اون موزه داریم میریم ائتلاف درست میکنیم در دنیا یه آمریکایی داشت اول اینو ولی هدفش این اینطوری نبود هدفش ساده بود امنیت بود نه دنبال بحث دموکراسی بود نه ایده خاصی رو میخواست در اروپا یا دنیا حاکم کنه، نه حتی های حقوق بشری خاصی رو من, من قطعا به این موضوع فکر خواهم کرد از این به بعد کمی بیشتر یه چیز دیگری که بهش فکر میکنم اینه که چقدر احتمالا فرق میکنه زندگی در منطقه ای که از دو سال پیش تصمیمگیران شروع کردن با هم مساله کردن و پیمانهای چند جانبه ای درست کردن و از یه جایی نهادهای تجاری مشترک درست کردن نهادهای مالی مشترک درست کردن نهادهای سیاسی همراستا و بعضی وقتا مشترک داشتن در اروپایی که خیلی خیلی خون و جنگ بینشون بود چندین قرن کار رو به جایی رسوندن که از این سر قاره تا اون سر قاره رو آدما بتونن برند و بیان نه بهشت باشه نه بی نخص باشه ولی بشه توش اینطوری فکر کرد که در آسیا و در آمریکای جنوبی و در آفریقا و در بقیه مناطق هم میشه به چیزهای شبیه این فکر کرد شدنی نیست موانعش چیه چرا نمیشه چرا نشده این هم یه چیزیه که بهش فکر میکنم از این به گفتم به این اصر اصری که بعد از کنگره وین شروع شد میگن اصر مترنیک دیپلمات مبتکر و نامی اتریشی گفتم هم که اتریش و پروس دو تا برادر آلمانی بودن انگار خیلی متفاوت از هم یک نشونه از تغییر اروپا در قرن 19 همینه که چطوری اتریش رفت پایین و پایینتر و پروس رفت بالاتر و بالاتر اینطوری که بهش نگاه کنی دیگه عجیب نیست که دهه‌های آخر قرن 19 یک دیپلمات آلمانی جدیدی این بار از پروس میاد و نظم جدیدی معادله قدرت جدیدی در اروپا درست میکنه اروپای جدید دیگه اروپای مترنیکی نیست اروپای بیسمارکیه درباره بیسمارک صدر اعظم آهنین آلمان که از پروس آمده بود این ویدیو رو میتونید ببینید مرسی